وقت تک تک شما عزیزان به نام مسیح بخیر، صلح و سلامتی و شالوم خدا بر شما عزیزان که اینجا هستید و عزیزانی که از راه دور با ما همدل دارن برنامه ها رو پیگیری میکنن در پرستش ها و منتظر شنیدن کلام خدا هستن. باشه همینطور که در سرود خواندیم، شالوم عزیزان، شالوم خدا بر زندگی ما باشه. یاد بگیریم در واقع شالوم فقط یک احوال پرسی نیست، شالوم یک قدرت عظیمی داره. مسیح وقتی قیام کرد از مردگان، میگه رفت میان شاگردانی که درهای بسته از ترس یهود درها بسته بود، میگه از درهای بسته وارد شد و یه جمله بهشون گفت، فقط احوالشون نپرسید. وقتی میگه شالوم، یه قدرتی داره این شالوم. کسایی که در غم و ماتم و درد و که سه روز در واقع در ناامیدی و درد بودن، با شنیدن این جمله شالوم جانشون تازه شد. شالوم قدرت عظیمی داره. به بچه هاتون، به همسرت بگو. اون سلامی که ما میگیم فقط یه احوال پرسیه، اما شالوم قدرت عظیمی داره. صلح و سلامتی و برکت و رحمت و شفای خدا بر تو باد. روزانه بچه تو شالوم بده، همسرت تو شالوم بده، زندگی تو شالوم بده. وقتی میری خونه و خونه تو شالوم بده. خداوند خونه من در شالوم باشه. در خونه رو که باز میکنی، در خونه رو که میبندی، شالوم بده. به زندگیت این شالوم رو بده. شالوم چه قدرت عظیمی داره. و این میبینی در کلام خدا که یکی از اسامی خداوند یهوه شالومه، خدای سلامتی، خدای برکت، خدای شفاست، خدای رحمته. پس فقط یه احوال پرسی نیست که ما به خدا بگیم خداوند مثلا شالوم، چون ماهیت خدا، ذات خداست. هویت خدا رو تو داری در واقع اعلام میکنی به همسرت، آنچه که از خداست بر بچت داری اعلام میکنی و بر خانت و بر زندگیت، بر ماشینت، بر وسایلت، بر محیط کارت اعلام کن. آمین. ما میام که اتفاقا شالوم بگیریم، اما به قوت نام عیسی مسیح شالوم هم بده، چون دهندگان شالوم شالوم میابند. برکت بده تا برکت بگیری. آمین. خدا را شکر. از هفته گذشته که روزه اعلام شد، پیغام ها دو هفته درباره روزه بود، راجبه قدرت روزه در پادشاهی خدا. کل امسال رو در واقع داریم در پادشاهی خدا میریم جلو تا به هر حال یک روز تمام میکنیم امسال، ببینیم خداوند چی برای سال آینده ما در نظر داره و پیغام سال آینده چه خواهد بود. آمین که اون هم در شالومه. بهترین ها، آنچه که میاد از افکار خدا، میاد افکار خدا برای من و تو سلامتیه، برای خانواده من و تو سلامتیه، برای بچه‌هاش سلامتیه، برای دنیا سلامتیه. خوشا به حال آنانی که سلامتی خدا رو میفهمن. میگه بی فهم نباشی، بلکه بدانید اراده نیکو و پسندیده خدا برای شما چیست. آمین. بفهمید. قوم من از عدم معرفت هلاک شد، کلیسا از عدم معرفت هلاک شد، ایماندارا از عدم معرفت هلاک شدن و خانواده از عدم معرفت آسیب میخورن. معرفت خدا قدرت عظیمی داره، چون که تو را صاحب آسمان میکنه. معرفت خدا، شناخت و فهم از خدا تو را صاحبش میکنه. معمولا شناخت احاطه میاره، شناخت حاکمیت میاره، شناخت در واقع قدرت حاکمیت میاره. شما وقتی حریفتو بشناسی براش احاطه داری و وقتی خدا رو میشناسی به نوعی بر آنچه که از رحمت‌های خداست احاطه پیدا میکنی، اونها مال تو میشه. و به همین دلیل میگه قوم من از عدم معرفت، از معرفت تو رو محروم میکنه، اما شناخت تو رو حاکم میکنه، تو رو احاطه میده. میگه کسی رو بارور شوی زمین رو پرسن برای تسلط کنید، زمین رو زمانی تو میتونی تسلط کنی که بشناسیش. با شناخته که در واقع تو بچه تو وقتی میشناسی میتونی براش احاطه پیدا کنی، میتونی براش در واقع اقتدار پیدا کنی. همسرت وقتی میشناسی میتونی براش احاطه پیدا کنی. میشناسی، شناخت داری و این شناخت به تو اقتدار میده که روی اون در واقع بتونی عمل کنی. و به همین دلیل شناخت خدا، شناخت این کلمات خدا و اسامی خدا به تو کمک میکنه که در واقع صاحب و مالک آن چیزی بشی که در خداست. آمین. تو رو صاحب میکنه، تو رو مالک میکنه. شما میدونید پادشاهانی که در واقع حکمت ندارن و چیزی نمیدونن از دست میدن. تاریخ ایران رو نگاه کن، یا پادشاهان حکیم بودن یا کسای کنارشون بودن فهم داشتن و معرفت داشتن. از زمانی که در واقع ایران همه چیش متلاشی شد، برای چی بود؟ تاریخ رو بخون، همه چی از یه پادشاه میاد. خانواده ها از در واقع مرد که سر خانواده است، شرکت ها از اون رئیس، همه چی از اونجا میاد. یا باید حکیم باشی یا افراد حکیم کنارت باشن تا بتونی با اقتدار در پادشاهی خدا عمل کنی. آمین. درباره روزه
که هدف از روزه چیه و قدرت روزه چیه. راجع به روزه های مختلف در واقع یا 4 روزه صحبت کردیم، از موسی و عیسی مسیح، از استر و دانیال صحبت کردیم که در 4 چه اتفاقی میخواد بیفته و میافتاد. اما امروز به طور خاص میخوام راجع به یه بعد دیگه‌ای که نتیجه این روزه چه خواهد شد. آنانی که در روزه هستن، آمین، داره دعا میکنی خدای زندگی من عوض کن، آمین، شخصیت من عوض کن، آمین، خانواده من عوض کن، آمین، اما این ایام روزه انتهاش چه خواهد شد؟ میخوایم بریم به قسمت‌های از کلام خدا و ببینیم که این افرادی که راجبش صحبت کردیم انتهای روزه چه اتفاقی افتاد. آمین. با هم مرور کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاد، چون من و شما با منتظر باشیم. منتظر چی هستی؟ 21 روز تمام میشه، منتظر چی هستی؟ چه قرار اتفاق بیفته؟ برای چی روزه گرفتی؟ از چی گرفتی؟ از خدا گرفتی که من میخوام در روزه باشم؟ اوکی، منتظر چی هستی؟ هر کدوم از ما منتظر یه چیزی خواهیم بود. منتظر چی هستی؟ طبق کلام خدا باید بشود. آمین. داشتم کتاب استر رو مرور میکردم. جالبه، میگه که و در استر وقتی که شرحالو میدونیم، قدرت، قدرت ضد مسیح، قدرت، قدرت ضد نجات دهنده، قدرت اون دجالیه که در واقع کلام خدا میگه قبلا بود و هست و بعدش میاد در تمام تاریخ، که همون شیطانه که در واقع بعدا جسم میپوشه میاد در زمانهای آخر. در مکاشفه راجبش صحبت شده، اما در واقع همون روحی که در باغ عدن، همون شیطانی که در باغ عدن باعث سقوط آدمی شد و خدا وعده داد از نسل زن کسی میاد، از نسل زن. کلام خدا میگه زنان بزاییدن. وقتی راجع به زایش داره صحبت میکنه، راجع به این حیاتی داره صحبت میکنه، میگه شیطان وقتی زن رو زد و مرد رو زد، از رحم اون چی که سقوط کرد میاد بیرون، سقوط کرده است. تمام دنیا سقوط کرده است. آنچه که میاد بیرون همه سقوط کردن، همه در واقع در گناه متولد میشن. بچه شاید خودش گناه رو نمیشناسه، اما در گناه متولد میشه، گناه رو حمل میکنه، گناه رو مثل یک جنی با خودش برمی‌داره میاره. اتفاقی که میفته، خدا میگه زن رو زدی؟ تنها گیرش آوردی؟ فکر کردی مردش نیست، میزنیش؟ کاری میکنم که این زن بدون مرد، از او کسی میاد که سر تو رو میکوبه. زنان اینو بدونن، قدرتی که خدا به ایشان داده. باور کنید خدا اقتدار رو به مرد داد، اما شیطان بیشتر از همه از زنان میترسه. اینو باور کنید. به همین دلیل چرا؟ چون که رد پای خدا رو که میبینی، خدا عمدن زنها رو محافظت میکنه و مخفی میکنه در تمام عهد عتیق، اما تو عهد جدید میارتشون بالا، میگه الان به گروه خدا بر من است، الان دیگه نترس، بیس همسو با مردت. زن و مرد یکی هستن در خدا، بیس کنار او، چون که روح من رو داری، خودت هم میتونی خود محافظت کنی. زیر پوشش مردت باش، زیر اقتدار مردت باش، اما بدون که تو اقتدار داری. آمین. و ثمره رحم تو باید بچه های ما در واقع مثل اون عیسایی باشن که در واقع شیطان زد که از رحم زن همه سقوط کرده باشن. وظیفه پدر مادر اینه که بچه ها رو در واقع چونی تربیت کنه که اون چیزی که شیطان کاش به نام مسیح باطل بشه. آمین. نتونه. برای این دنیا داره میکنه، اما برای ما در مسیح عیسی این باطل شده است. آمین. بچه های ما هم مال خدا خواهند بود و متعلق به خدا خواهند بود. وقتی استر میبینه، شرحال اینه که قوم اسرائیل، گفتم در رحم این قوم، اگر به عنوان زن نگاش کنی، چه کلام خدا یه جایی میگه، یه جایی میگه اسرائیل در واقع پسران منن، یه جایی میگه اسرائیل فرزندان منن، یه جایی میگه اسرائیل در واقع قوم منن، اما یه جایی میگه اسرائیل زن منه. همچون یک مردی با غیرت و برای زنش میسته، اما مهمتر از همه این زن بارداره، چون که عیسی رو داره حمل میکنه، اون ماشیه رو داره حمل میکنه. این زن بارداره که در واقع داره از بیابانها عبور میکنه، این زن بارداره که خدا در باغ عدن گفته بود. شیطان پرستا از تولد باردار شدن هر زن متنفرن،
به همین دلیل خودشون تولدشون رو لعنت میکنن، به روزی که مادرشون حامل شد لعنت میکنن. تمام شیطان پرستان دعاها و لعنتهاشون درباره زن، تولدش، باردار شدنش، به همین دلیل بچه ها رو میکشن، قربانی میکنن و توی هالووین چیزهایی که هست در واقع بیشتر بچه ها رو در واقع، چون که از سر زن، از نسل زن سر شیطان کوبیده شد و این یادش میاره. هر زنی که حامله میشه یاد صلیب میفته شیطان، میگه دوباره یه زن باردار شد، اینو لعنتش کنم، اینو بزنمش، چون که تداعی کننده برکت خدا و برای شیطان کوبیدن سرش بود. اتفاقی که اینجا میفته جالبه. در کتاب استر وقتی میخونیم، وقتی شرح حالو میشنویم، و مردخای در واقع به استر میگه که خداوند تو را برای چنین روزی به اینجا آورده. دو حالت میتونی داشته باشی، یا بی تفاوت یا بلندشی. خدا در هر صورت عمل میکنه، اما خوشا به حالی آنانی که ابزار دست خدا هستن. شرح حالو میدونیم که استر میره سه روز روزه اعلام میکنه و بعد از سه روز اتفاقی که میفته، خوب گوش کنید، در باب پنج، در باب چهار کتاب استر شرح حال به اینجا تموم میشه که در واقع میگه برو به تمامی یهودا که در شور شعف میشود جمع کن و برای من روزه گرفته، سه شبانه روز چیزی نخورید و چیزی نیاشامید و من نیز با کنیزانم این گونه خواهم بود. گفتم مرگ کامل، ما در هر صورت میمیریم، چه با گرسنگی و تشنگی یا با شمشیر، اما میستیم از آنچه که خدا به ما وعده داده دفاع میکنیم. اما خوب گوش کن، میگه باب پنج آیه یک، و در روز سوم در پایان روزه، آنچه که بعد منتظرش باشی اینه، در پایان روزه در روز سوم استر لباس ملوکانه پوشید. استر لباس اقتدارش رو پوشید. استر آنچه که منتظرش بود، من پادشاه شدم، من دعوت شدم، من ملکه این سرزمین شدم و تو در خدا پادشاهان و شاهزادگان هستی، آمین. خدا تو رو به عنوان خانواده، به عنوان کسی که در واقع در خانواده الهی هستی، به تو ردای پادشاهی داده، به تو تاج پادشاهی داده، به خود انسان هم داده بود. سقوط کرد، عیسی مسیح اومد تا تاجی رو که در واقع شیطان از سر آدم انداخته بود و ردایی که از تن آدم پاره کرده بود دوباره تن من کرد و در واقع اون تاج رو دوباره بر سر من و تو گذاشت، آمین. میگه لباسش رو پوشید، آنچه که تو باید منتظر باشی اینه، من روزه میگیرم تو در اقتدار پادشاهانه و ملوکانم بیستم، آمین. ما پادشاهان در خدا هستیم، کاهنین در خدا هستیم، آمین. و باید اینو بدونی، پایان این باید بیستی، من میستم و مطابق دعوتم حکم میکنم آنچه که باید دریافت کنم. شیطان چیزای زیادی از زندگی من و تو دزدیده، قتل عام میخواد بکنه. شرحال در واقع این قوم شرحال قتل عام شیطانه. خوب گوش کنید، وقتی دانیال رو نگاه میکنیم و بعد دانیال استر و دانیال رو نگاه میکنیم، دوتاشون در این سرزمین، و بعد میبینیم که در واقع اتفاقی که میفته چیه. نهمیا رو نگاه میکنیم، آیا خدا دعای ایرانی رو میشنوه؟ آیا خدای دعای کسی که در این سرزمین دعا میکنه میشنوه؟ ما دائم میگیم بله ایران توی لعنت هست، اما مردان و زنان مبارک هم از این سرزمین هستن، آمین، هستن که دعا میکنن، هستن که آسمان ایران رو باز میکنن، و شیطان از اینا کلافه است. وقتی نگاه میکنید شرحال اینه که قومی رو که خدا توسط اینها برکت داده الان نقشه میکشن که نابودش کنن. چرا؟ جایی که برکت هست شیطان حمله میکنه. دزد نمی آید، یوحنا 10:10، مگر اینکه بکشد و دزدت هلاک کند. یه چیز تو زندگی تو دیده، یه چیزی رو میخواد بدزده، یا به تو حمله میکنه یا میدزدتش، یا شادی در واقع استفاده از اون رو میدزده. داریش اما لذت نمیبری، ماشین رو داری لذت نمیبری، همسر رو داری لذت نمیبری، بچه رو داری لذت نمیبری، ایمان رو داری لذت نمیبری، کلیسا رو داری لذت نمیبری، میدوزه. کارش اینه که بدوزه، اما به نام عیسی مسیح باید پس بگیری. آمین. کارش اینه، یا کلا میدوزه یا نمیذاره آب خوش از گلوت بیرون بره، پایین بره. میگه لباسش رو پوشید و به حضور پادشاه رفت.
آنچه که باید مال او باشه طلب کنه. با جانش داشت بازی میکرد. خارج از زمان باید به حضور پادشاهی میرفت که اجازه رفتن نداشت، اما خدا قلب اون پادشاه رو من و تو، اما اتفاقی که میفته، این پادشاه میتونه پادشاه الهی باشه، برای رفتن به حضور این پادشاه باشه. خوب گوش کن، میتونه این پادشاه سمبل پادشاه الهی باشه که تو با روزه به حضورش میری تا تو رو بپذیره، آمین. اما یه طرفم خطر این بود که اگر کشته بشه چی میشه؟ خارج از زمان بره کشته بشه چی میشه؟ چون قانون پادشاهه. ولی میره که دریافت کنه، یعنی با جونش داره بازی میکنه. اما یه طرف هم این پادشاه میتونه سمبال شیطان باشه که تو میری تو این جنگ چه اتفاقی میفته؟ میرم حتی اگر کشته بشم، میرم که پس بگیرم. اما این زن پس گرفت. وقتی کتاب دانیال رو نگاه میکنی، بعد از پایان 21 روز منتظر چی بود؟ منتظر چی هستی؟ اون رو طلب کن، اما با اقتدار بایست. لباس ملوکانت رو بپوش، تاجت رو بر سرت ببین، آن اقتداری که عیسی بهت داده به عنوان شاه و به عنوان شاهزاده باید حکم کردن رو در مسیح یاد بگیری. 11 ماه راجع پادشاهی و اقتدار دارید میشنوید، فکر کنم زمانش هست که درو بکنید آنچه که کاشتید. کتاب دانیال وقتی میخونید شرحال دوباره همونه. قوم اسرائیل و بلا تکلیفی قوم اسرائیل، این قوم در اسارت بود، الان به نوعی آزاد شده، اما هنوز مال خودش نیست. من و تو آزاد شدیم، اما خیلی هستن هنوز مال خودشون نیستن، هنوز مال اون چیزی که خدا میخواست در سرزمینشون ساکن بشن نیستن، در خانوادهشون ساکن بشن نیستن. از یه اسارت شیطان اومدن بیرون، اما هنوز اون چیزی هم که خدا میخواد نیستن. شرحال خیلی از ایماندارانه، بله در مسیح هستن، امنیت در عیسی رو دارن، اما وقتی زندگیشون نگاه میکنی هنوز این چیزی که باید باشن نیستن. در اورشلیم، در سرزمین سلامتی، در خانواده سلامتی، در قلبش اورشلیم نیست. باید بره تا در اورشلیم ساکن بشه. آمین. وقتی تصمیم میگیری که در واقع بری در اورشلیم ساکن بشی، دیگه زیر اسارت نیستی، زیر اسارت بابل نیستی، زیر اسارت آشور نیستی، اما اسارت هایی هست در درون آدمی. هنوز بندهایی هست در درون من و تو که نمیذاره اورشلیم در زندگی من و تو باشه، نمیذاره اورشلیم در قلب تو باشه. اورشلیم سرزمین شالوم. میدیم که کلام خدا راجع به شالومی صحبت میکنه که گفتیم معانی مختلفی داره. میگه وقتی میکائیل فرشته اومد نزد دانیال، یه چی بهش گفت؟ میگه زمانی که من میخواستم بیام فرشته ای مقاومت میکرد. مکاشفه که از خدا گرفتم برای شما اینجا میدم، میگه فرشته ای مقاومت میکرد. همین الانم هم همینطوریه. هر رحمتی که خدا میخواد به تو بده، قدرت های تاریکی که هستن مقاومت کنن، نمیذارن تو دریافت کنی. برای چه چیز داری دعا میکنی جواب نمیاد؟ جنگ روحانی میتونه باشه. برای همسرت، برای زنت، برای بچت داری دعا میکنی، برای کارت، برای اقامتت، برای بیرون اومده داری دعا میکنی، جنگ روحانیه. باب 10 آیه 20 رو برای شما میخونم. پس گفت آیا میدانی که سبب آمدن من نزد تو چیست؟ براش توضیح داد. الان بر میگردم تا با رئیس فارس جنگ نمایم. خوب گوش کن، روی این سرزمین بسته است، رحمت خدا قرار بیا روی این سرزمین، و اینجا انگار یه ابر تاریکی روی این سرزمین فارس هست.
راجع به ملک فارس، راجع به اون فرشته سقوط کرده، راجع به همون چیزی که کلام خدا میگه قدرت ها و ریاست ها و سلطنت ها روی این سرزمین، خیلی کشورها هست، اما به طور خاص راجع به این سرزمین داریم صحبت میکنیم، راجع به فارس داریم صحبت میکنیم. میگه این منطقه یه ابر تاریکیه، یه دنیای تاریکیه، احساس میکنه این سرزمین مال منه و هر چیزی که در این سرزمین مال منه. اگر امروز نگاه میکنید در سرزمین رو، این همه بدبختی و مصیبت هست، چون قدرت های تاریکی زیادی روی این سرزمین هستن. میدونم برکت چقدر توی این سرزمین هست. برکت فقط مال زمینش نیست، مال مردمش هم هست. هم برکت زمین رو میخواد بزنه، هم برکت در واقع مردمش رو میخواد بزنه. بگی باخ به این فرشته جنگید، برکت آورد. میگه وقتی برمیگردم، خوب گوش کنید، میگه وقتی برمیگردم دوباره با این فرشته باید بجنگم. برای چی باید بجنگی؟ داشتم فهم میگم چرا یه بار جنگیده اومده پایین پیغامو داده، چرا وقتی برمیگرده دوباره بجنگه؟ چرا باید با این فرشته فارس و تمام قدرت‌هایی که زیر این اقتدار این فرشته هستن روی این سرزمین داره، چرا دوباره بجنگه؟ چون اینها فهمیدن این فرشته برای چی اومده رو زمین، فهمیدن خدا این سرزمین رو میخواد برکت بده، تو رو برکت بده. خدا میدونه خانواده تو رو میخواد برکت بده، خدا میدونه خدمت و ایمان تو رو میخواد برکت بده، آینده تو رو میخواد برکت بده. این میدونه، به همین دلیل میگه نه فقط پیغامو میارم، میجنگم و میام برات پیغامو برکتو میارم، تو خودت حواست باشه وقتی برمیگردم دوباره من باید برای تو بجنگم تا تو بتونی در این برکت بیستی. چون که به تو حمله میکنه، من برم به تو حمله میکنن. به همین دلیل بدون تو در جنگ ها تنها نیستی، چه ببینی چه نبینی، وقتی هستی و داری میایستی خدا هم برای تو میایسته. وقتی تو خوابی یهوه خدای اسرائیل بیداره. خب بیداره چه کار میکنه؟ فرشته هاشو میفرسته تو رو محافظت میکنه از تو و زندگی تو. برای آنانی که در مسیر اراده خدا زندگی میکنن همه چیز با هم به خیریته. میگه وقتی برمیگردم باید برم با ملک یونان بجنگم. چرا با ملک یونان باید بجنگه؟ ملک یونان چه ربطی به ما داره؟ اینجا یونان از زمان کوروش دائم میخواست حمله کنه به ایران، نشد. زمان داریوش حمله کرد، نشد. زمان خشایار بود، سپردنش دست خشایار، خشایار نشوندشون سر جاشون. میگه دارم برمیگردم، تاریخ رو بخونید و بعد کتاب مقدس رو بخونید. دارم میرم اونجا با اون بجنگم، چون که قرار بر ضد این مردم جنگی را بیافته. و نه فقط بر ضد این مردم، شمایی که تو این سرزمین هستیدم دوچار جنگ میشید. با اون هم میجنگم که تو صاحب برکت و برکت یافته بمانی. آمین. وقتی تو میستی خدا برای تو میسته. وقتی محکم میستی در جایگاهی که خدا داده، پادشاهی به حمله شده طبیعتا میترسی، اما رداتن انداز، تاجتن انداز، تدبیر بکن، اندیشه بکن من باید چیکار کنم، اما سر تا جاد بیست، لباس ملوکانت رو حفظ کن. یه تیکه یه بار یه فیلمی دیدم، یه چند نفر یه نفر رو گیر آوردن، بهش گفتن میکشیمت، اینقدر بیچاره ترسیده بود، بعد خیلی شیکو گفت پالتوش در بیار، پالتوش در بود، اینم در بیار، اینم در بود، کیفت هم بنداز، کیفش بردار. بیچاره رو با هر حال با یه پیجامه روانش کردن رفتن، کارش هم نکردن، فقط بهش میخندیدن. فکر کنم بعضی مواقع دیده باشی چیزای این چنینی، فقط بهش میخندیدن. یارو یه رئیس یه جایی بود، فقط مسخرش کردن. شیطان خیلی مواقع گوش کن ما را نمیتونه بکشه. مسیح میگه آنانی که به من دادی پدر من حفظ میکنم و تو حفظ میکنی. آن کار نیکویی که خداوند در من و تو شروع کرده تا به اتمام نرسانه نمیشینه. اما شیطان میگه یکم بخندم بهشون اوریانشون کنم، ردو در بیار، تاجشتن بنداز، هی شوت میکنن، هی دست به دست میکنن، مثل بچه هایی که بازی میکردن یه نفر دست مینداختن، فقط شروع میکنن خندیدن.
شیطان دهنتو ببند. من مسخره تو نیستم. تو مسخره آموخاز هستی. به اجازه نمیدم منو دست بندازی. آتو نده بش. توی روزه جنگ های روحانی هست و شیطان میفهمه. توی سرزمین ما چیزی که باید اتفاق بیفته، مردان و زنانی بلند بشن. مهم نیست در کجا هستی، برای سرزمین تو حق داری. کسی که در شهری متولد میشه مال اونجاست، حق داره برای سرزمینش بیسته. شما دقت کنید، این سرزمین تمام کاراش برعکسه. اصفهانیه رو میفرسته تهران، میگه شهردار تهران باش. تهرانیه رو میفرسته اصفهان، میگه تو برو شهردار اصفهان باش. مجد سلیمانی رو میفرسته میگه برو شهردار تبریز باش. تبریزی هم میفرسته برو شهردار اهواز باش. این طرح ها طرح شیطانه. مبادا در شهرت بیستی و دلت برای مردمت بسوزه. حرکت هایی که نگاه میکنید توی دنیای سیاسی در اتفاق میفته، همش پشتش یه حرکت روحانیه. چه بفهمن چه نفهمن، شیطان مهره ها رو جابجا میکنه. اما من و تو نقشمون چیه؟ شیطان از خانواده میترسه، از بچه های تو میترسه، از همسر تو، از زن تو میترسه، از ایمان تو میترسه، از کلیسا میترسه. نقش کلیسا در پادشاهی خدا چیه؟ نقش کلیسا چیه؟ وقتی کلام خدا میگه که دو نفر به نام من جمع بشن، برگردیم ببینیم کلام خدا در متا چی میگه؟ وقتی پتروس میگه که مردم مرا کی میدانن به عیسی، و توضیح میده که تو کی هستی، تو کی هستی، تو کی هستی، به یه جایی میرسه میگه اوکی ول کن، تو چی میدونی؟ تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آمین. تو مسیح پسر خدای زنده هستی. عیسی به او گفت خوش به حال تو ای شمعون بن یونا، زیرا جسم خونی رو بر تو کشف نکرد. اینو همینطوری نفهمیدی، دانش زمینی نبود، بلکه پدر من که در آسمان است و من نیست را میگویم که تو ای پتروس، و بر این صخره کلیسای خود رو بنا میکنم. کلیسای کاتولیک یه زمانی فکر کرد که وقتی داره میگه پتروس یعنی صخره، کلیسا روی پتروس بنا شد. و این یه فریبیه که متاسفانه بعضی موقع من شنیدم. حتی خادمین ایرانی، خواهش میکنم خوب گوش کنید، پیغامو گوش کنید. وقتی حد موقع بعضی شبانها خودشون نمیدونن تفلکیا، شاید الهیات درستی ندارن، یا شاید نمیدونن قلب دارن، خدا رو دوست دارن، میخوان خدا رو خدمت کنن، چهار نفر رو جمع میکنن، برکت میدن، بشارت میدن، اما چیزی نمیدونن. به همین دلیل چیزی هم ندارن به مردم بدن. مردمی هم که از اونها میگیرن، تفلکیا چی یاد میگیرن؟ همون چیزی که از شبانشون دارن میشنون. ولی این چیزی که کلام خدا داره به شما میگه، خوب گوش کنید. بعضی مواقع آره فکر میکنیم که کلیسا بر پتروس بنا شد، و یه فریبه، یه فریبیه که در واقع در قرون وسطا اتفاق افتاد، و کلیسا فکر کرد، و کلیسای کاتولیک به طور خاص فکر کرد که در واقع کلیسا روی پتروسه. پس اگر روی پتروسه، ما هم پیروان پتروسیم، و پاپ نماینده پتروسه، جانشین پتروس، و پتروس و پتروس و پتروس آقای پاپ برداشته اومده، پس کلیسا روی ما. برای چی گفتن کاتولیک؟ کلیسای کاتولیک یعنی کلیسای جامعه، کلیسای جامعه یعنی کلیسای پایه، کلیسای پایه یعنی کلیسای صخره، کلیسای صخره یعنی کلیسا روی چی بنا شده؟ روی کاتولیک بنا شده. کاتولیک کیه؟ پاپ و واتیکان. خوب گوش کنید، در واقع کلیسا رو کی بنا شده؟ روی انسان. خراب بشه کلیسایی که روی انسان بنا بشه، اون کلیسا کلیسای لاودوکیه است که عیسی درش نیست و پشت در ایستاده میگه میکوبم. کلیساست اما صاحبش داخلش نیست. عیسی پشت دره. چه کلیسایی که عیسی پشت دره؟ و این فریبی بود که متاسفانه تاریخ کلیسای در واقع خورد، و امروز هم همینه. پس این داره چی میگه؟ میگه تو هستی پتروس، و بر این صخره. کدام صخره؟ بر این صخره. کدام صخره؟ این اعترافی که تو کردی پتروس، من هستم پسر خدای حی، روی این کلیسا بنا میشه. آمین. یعنی روی من، روی عیسی بنا میشه. این پیغام خداست، کلیسایی که روی عیسی بنا شده. کلیسا
یعنی روی صخره، یعنی روی عیسی، روی اونه که محکمه. چون که کلام خدا چی میگه؟ ملعون آن که به آدم توکل کنه، چه برسه کلیساش رو آدم بنا کنه. هاشا. کلیسایی که روی عیسی، که سرش مسیح عیسی، پسر خدای حیه، دروازه های جهنم بر این کلیسا قدرت ندارن. آمین. دروازه های جهنم یعنی تصمیم گیری های جهنم، یعنی نقشه های جهنم، یعنی فریب های جهنم، دسیسه های جهنم، همون مکر هایی که پولس میگه از مکر های ابلیس بیخبر نباشید، جهنم و اون چیزی که داره تصمیم میگیره ما چطوری جهنم رو پر کنیم، چطوری ایمانداران رو بکشیم داخلش، کار نداره. کافیه که عیسی رو ورداریم، انسان رو بذاریم. اون موقع است که کلیسا سقوط میکنه و تاریخ ننگین در واقع کلیسا رو در قرون وسطا میبینی. بله، کلیسایی که روی آدم بنا بشه قتل و کشتاره. بعضی ها میگن که آره کلیسا هم کشتار کرد، قرون وسطا هم. میگن بله غلط کرد، اشتباه کرد. شما قبول داری اشتباه کردن؟ گفتم بله که قبول دارم، چون که زمانی که شمشیر به رو هم میکشیدن این کلام میگفت به صورت تو زدن و برگردون، اما مردم رو نمیذاشن کلام خدا رو بخونن، در جهل و نادانی نگه میداشن. ما برای شما میخونیم، فقط شما گوش کنید. خدا را شکر که مارتین لوتری اومد و اعتراضی به وجود اومد و من و تو امروز میتونیم کلام خدا رو به فارسی بشنویم و به فارسی بخونیم. هر کس خودش کتاب مقدس خودشو داره. آمین. ما باید داشته باشیم. شیطان از این کلیسا میترسه، اما وقتی نگاه میکنیم کلام خدا میگه اگر دو نفر به نام من جمع بشن. کلیسا یعنی چی؟ کلیسا یعنی من و تو. کلیسا ساختمان نیست. این ساختمان باشه نباشه، ما تو پارک باشیم، ما کلیسا هستیم. کلیسا یعنی چی؟ از کلمه ریشه اکلزیا میاد. اکلزیا سه تا معنی داره. کلاس پایین داشتم راجع به این صحبت میکردم. اکلزیا سه تا معنی داره. یک اصطلاح در واقع پادشاهی، یه اصطلاح ملکوتی، یه اصطلاح درباریه، یه اصطلاح جنگی و فرماندهیه. فرماندهی تمام لشکرش رو فرا میخونه. اولین معنی اکلزیا فراخوانده شدن. اولین معنی اکلزیا یه پادشاه وزراش رو صدا میزنه، وزرای من بیان. کلام خدا میگه مسیح ما را از دنیا خواند. آمین. پادشاه پادشاهان، رب الارباب، رب جلال ما را از دنیا خواند. آمین. اولین معنی کلیسا فراخوانده شدنه. دو، در جای جمع شدنه. مهم نیست جاش کجاش، مهم اینه که به نام عیسی جمع بشیم. آمین. دو، جمع میشیم. سه، بله قربان من اومدم اینجا چیکارم داری؟ آها، ماموریت میخواد به تو بده و خدا ما را ماموریت داده که در این دنیا نور و نمک باشیم. آمین. ما باید متفاوت با این دنیا باشیم. آمین. و اون چیزی که در این دنیا در اتفاق میفته مسئولیتش ما هم هستیم. مردم برن جهنم و بهشت، مسئولش ما هستیم. یکی از دلایلی که باز اشتباه کلیسای کاتولیک بود این بود که میگفت شما گناهان دیگران رو بیامرزید. به پتروس داره میگه اگه گناهان مردم رو بیامرزید بخشیده میشن، گناهان مردم رو نیامرزید بخشیده نمیشن. باز فکر کردن آره، پس بخشش گناهان دست من و شماست، پس جهنم و بهشت دست ماست، پس ما میتونیم جهنم و بهشت رو خرید و فروش کنیم. همین چیزی بود که کلیسای کاتولیک در واقع میگفت. و یه زمانی برگشتن در واقع چند وقت پیش گفتن که آره جهنم وجود نداره. یه نفرم نوشته بود لطفا پولایی که برای جهنم قبلا گرفته بودید به مردم پس بدید. اتفاقی که داره میفته اینه، فریب اینجاست. آیا انسان قراره گناهان دیگران رو ببخشه یا خدا؟ پس این آیه چی میگه؟ میگه پتروس، اینکه مردم برن بهشت و جهنم دست توست. بهشون بشارت ندی میرن جهنم، بهشون بشارت بدی میرن بهشت. تو میگی اینها کجا برن؟ پس جانشون در دستهای توست. بخشششون به واسه اون کلیسایی که روی صخره بنا شده و عیساست که نجات دهنده اونهاست. تو هستی که نجات رو به اینها میدی یا نمیدی. اینها بخشیده میشن یا بخشیده نمیشن. دست من و توست. کلیسا باید انجیل رو به مردم در میون بذاره. وظیفه کلیساست. اما نه انجیل کانیابی. در انجیل شفا و برکت و قوت و آیات و معجزات هست، اما به واسطه ایمان جنگ روحانی و خیلی چیزها هم هست. هر دوش با همه، سفره و دشمنان،
هر دو با همه. اما خدا را شکر که در مقابل دشمنان اون برای ما سفره میافکند و سر ما را به روغن تطهین میکنه. آمین. هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، من اونجا هم. چرا یه نفری نیستی؟ چرا دو نفری؟ چرا باید سه نفری ما جمع بشیم؟ خب منم یه نفرم، منم فرزند تو هم، منم میخوام. چرا دو یا سه نفر؟ خوب گوش کن، مکاشفه بعدی که میخوام بهتون بدم اینه، چرا دو سه نفر؟ طبق قانون شریعت هر چیز با دو یا سه شاهد ثابت میگه. آمین. دو یا سه تا شاهد به هر دادگاهی میره میگه شاهدت کیه؟ یکی دارم. نه، دو یا سه تا. یه شاهد نه، دو یا سه تا. چون خود میدونی یه نفر اول باشی به عنوان شاهد. هرگاه دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، خوب گوش کن، به نام من جمع بشن، به نام عیسی، به دلیل عیسی جمع بشن، اوکی؟ اتفاقی که میفته چیه؟ یک، اولین تأثیرشون که داره اینه، وقتی یه ایماندار داره دعا میکنه، خودش در حال تنهایی دعا میکنه، خداوند رو زندگی منو میبینی، خداوند رو بدبختی منو میبینی، بیا کمک کن، بیا کمک کن، بیا تو زندگیم کار کن، خدا بیا منو مس کن، یه نفری هستی، دعای میشه، جنگ روحانی داره، خدا کو، چرا نمیبینی، چرا نمیشنوی؟ شک که به وجود میاره، شیطان خوب میدونه، قانونها رو خیلی خوب میشناسه. مثل دادستانه که قانونها رو خوب میشناسه، بر ضد تو داره عمل میکنه. اولین کاری که میکنه کافیه شک در دل تو تولید کنه. طبق کتاب یعقوب چی میگه؟ شخص دو دل را گمان نبرد چیزی یابد. تو دعا میکنی اما چیزی نمیابی. همین ولد میکنه، یه شک میده تو دلت، ولد میکنه. حالا هرچی دعا کن هیچی نمیابی. شخص دو دل را گمان نبرد که چیزی یابد. مطمئن نیستی، هیچ کارت به نداره، این دعای انفرادیه. اما یه نفر دیگه میاد، خداوند تو گفتی، این شخص خودش داره میگه خداوند بیا کمکم کن، تو گفتی من رها نمیکنی. اما نفر دوم میاد میگه چی؟ خداوند تو گفتی این رو رها نمیکنی. نفر سوم میاد میگه خداوند تو قول دادی این رو رها نمیکنی. طبق قانون آسمان هانچه که خدا میگه، حکم خدا ذکر حکمش عمل زده، حکمش عمل نمیکنه. سه شاهد در حضور خدا ایستادن و میگن تو گفتی و خدا باید عمل کنه. آمین. باید عمل کنه. سه تا شاهد داره، میگه به همین دلیل وقتی اونجا میستیم من باید اونجا باشم، چون که دارید چک منو میخواد نقد کنید، من کسی هم که پشت چک من امضا کردم، من باید حضور داشته باشم که چیکار کنم؟ آمین بگم به دعای تو. هستم که آمین بگم و هستم که چیکار کنم؟ اومدیم با هم بازی کنیم؟ اومدم که چک تو نقد کنم. اما یک سوی دیگه، وقتی دو یا سه نفر با هم باشن، میگه قدرت دارن چک در آسمان ببندن و باز کنن، باز میشه. کلیسا قدرتش اینه. کلیسا یعنی دو یا سه نفر. کلیسا یعنی خانواده. خانواده یعنی چی؟ دو یا سه نفر. زن و مرد با هم وقتی متحد میشن، قانون خدا رو به رخ خدا میکشن. برای کسی دعا میکنن. برای چی ما میگیم دست جمعی دعا کنید و شفاعت کنید؟ اما یه بعد دیگه هم داره در مقابل شیطان. یه نفر میاد میگه در واقع تو بدبختی، تو بیچاره ای. یه نفر میاد میگه که نه او بیچاره نیست. یکی دیگه میاد میگه نه این فرزند خداست. یکی دیگه میاد میگه که این مبارک شده به خداست. طبق قانون شریعت دو یا سه تا شاهد بر ضد شیطان باید بره عقب. آمین. سه تا شاهد وجود داره برای اینکه کسی رو محکوم کنن یا کسی رو آزاد کنن، یا برکت از آسمان نازل کنن یا لعنت از جهنم ببندن. آمین. با سه شاهد آزادی و برکت در زندگی ما میاد و لعنت ها میشکنه. آمین. اینا مکاشفاتی که از خدا دارم بهتون میگم که بدونید قدرت روزه همه اینها رو چند برابر میکنه. ما به هم احتیاج داریم. تنهایی ثمره گناهه. شیطان میگه من اینو بزنم، کسی دیگه نیست براش دعا کنه، بره تو خونه بشینه، کاری که بلده بکنه گریه کنه، ناله کنه، بزنه تو سر خودش، کاری دیگه بهش ندارم. اینو این رفت تو زندان خودش، رفت تو زندان افکار خودش، خودش زندانی کرد، رفت توی پیله. اینو ولش کن، برم سراغ کسای دیگه. کار شیطان همینه. دیابولوس میزنه چون که از قدرت اتحاد خبر داره، میدونه چه قدرتی داره، میدونه اگه این دوتا با هم بیان یه حکمی رو بر ضد من بکنن، برای چی مسیح دو به دو شاگردش فرستاد بر ضد شیطان؟ گفت برید شفا بدید، خوب گوش کنید، برید شفا بدید، از اونورم گفت برید دیو بیرون کنید. شفا میخواد بده. خداوند تو گفتی
که به زخمهای تو این شفا داره. آمین. نفر بعدی هم میگه خداوند تو گفتی به زخمهای تو این شفا داره. آمین. دو تا شاهد در حضور خدا. خدا میگه بشود. میرن دیو بیرون میکنن. به اشاره انگشت تو باید بری بیرون، سر تو شیطان کوبیده شد. نفر بعدی میگه تو هیچ حقی برای اون نداری، برای آنانی که در مسیح ایستادن هیچ محکومیتی نیست. آمین. دو تا شاهد ایستادن بر ضد شیطان، باید بره بیرون. به همین دلیل میگه دو به دو فرستادشون. روزه در پادشاهی خدا هدف داره. دنبال چی هستی؟ رضای ملوکانت رو بکن تنت؟ زمانش رسیده. استاده و بگو روح خدا بر من است، منو مست کرده، منو داره تجهیز میکنه، منو داره آماده میکنه. نگاهت از زمین وردار، حواست باشه داره تو دنیای روحانی چه اتفاقی داره میافته. من فقط اون چیزی که اجازه دارم و میگم، همه چی رو نخواهم گفت و نمیتونم هم بگم، فقط در همون حد خواهم گفت که کلیسای خدا هوشیار باشه، ایمانداران و مسیحیان هوشیار باشن و بفهمن چه اتفاقی در دنیا داره میفته، برای زندگی چه اتفاقی داره میفته. همین که کافیه هوشیار باشید. کلام خدا میگه هوشیار و بیدار باشید. دشمن شما شیطان در کمینه. اما برای آنهایی که در مسیحیت هستن، برای آنهایی که ایمان دارن، میگه مارها رو گرفته بر ایشان آسیبی نخواهد رسید. زهر قاتل بخورن بر ایشان اتفاقی نخواهد افتاد. ما اقتدار داریم توی هر منطقه هر قدرت تاریکی رو ببندیم. دورور خونت ببند، حق داری. هر چیزی که به تو ربط داره تو حق داری. مبشری میگو با یه تیمی رفتیم تو هندوستان، یکی از دهاتای هندوستان، بود پرسی وحشتناک. میگه جنگلی که میرفتیم اینجا نه گاری نه ماشین هیچی نمیتونست، بعد پیاده میرفتیم. میگه به ما گفته بودن اینجا قدرت های تاریکی زیاد هستن. میگه تیمم که رفته بودیم مجهز بودیم به هر چیزی در جنگ روحانی، همه تجهیز موجه هست. میگه وقتی رفتیم قشنگ احساس میکردیم. میگه تمام جا میگه راه میرفتیم میدونستن کی داره میاد. میگه سرود میخوندیم، قدم میزنیم، راه میرفتیم. بعد میگفت که تا با ما نباشید باور نمیکنید. درخت راست جلوی ما میخورد زمین، که بخوره زمین روی سر ما. میگه رفتیم یه جایی، یه چیزی بود، دیدیم یه بوتی گذاشتن اونجا بزرگ. میگه شروع کردن پرستش کردن. میگه وسط پرستش بودیم، یه دفعه دیدیم پای سرم میگه گوف. میگه با صورت رفت زمین، خورد شد. ما اقتدار داریم هر جا که بریم پادشاهی خدا همراه ما میاد. خدا من رو تو رو مست کرده. خدا این قوم رو از قدیم الایام انتخاب کرده. مال خدا باش، برای خدا عمل کن. خدا ما رو اقتدار داده. جنگه، یکی میزنی دوتا میخوری، اما به قانون بزن پیروز خواهی شد. شوخی نیست. تو به شیطان کاری نداری، بهت کاری نداره ظاهرا، ولی از بدبختیت هم بیرون نمیتونی بیای. میگه همین که هستی، بخوای بیای بیرون حمله میکنه. طبیعیه. یه شهادتی شنیدم، گفتم که میگفت که بهش گفتم من 1000 نمونه ترک کردم نشد. میگه یه شخصی بهش گفته بود به ایمان با هم بیستیم دعا کنیم تا تو آزاد بشی. میگه شروع کردیم با هم دعا کردن. چند ساعت اول خوب بود، مثلا این برادر که شهادت میداد گفت چند ساعت اول خیلی خوب بود. یه ساعتی به بعد شروع کرد رعشه بود. یه ذره رفت جلوتر دیگه رو زمین افتاده بود. میگه در قفل کرده بودم. میگه قشنگ میدیدی که دیو داره همینطور از جلوش میزنه بیرون، بازی میکنه. تمام اسارت ها حمله. میگه فقط مونده بود که منو حمله کنه، منو. خودشو به زمین و زمان میزنه مثل گنجشکی که اومده توی خونه تق تق میزنه که یه راهی پیدا کنه بره بیرون. میگه فقط بهش میگفتم بیس.
میگه ولی تو تمامی دردها یه چیزی میگفت، یا میمیرم یا آزاد میشم، یا میمیرم یا آزاد میشم، یا میمیرم یا آزاد میشم. میگه تو شرایط خیلی سخت بود، یه جا افتاد واقعا دیدم گفتم مرد. میگه واقعا یه آن تحسین گفتم خدایی داره میمیره. میگه دیدم داره میره دیگه، چشماش داره میره. میگه یه آن دیدم عیسی مسیح دستش دراز کرد، میگه هم دیدم هم شنیدم، گفت تمام شد. میگه همینه که گفت این بچه از حال رفت. نمیدونم چقدر بعد ماساژش میدادم، می وقتی بلند شد گفت احساس میکردم یه سیم خاردار داخل منه، یه نفر داره اینطوری سیم خاردار رو داخل من میکشه، درد میکشیدم. موی سیم خاردار اینقدر تمام جگرمو داشت له میکرد، تمام مغزمو داشت له میکرد. اون دردها به خاطر این بود. تا یه آن دیدم تکی آخرش دیگه اومد بیرون. اونجا مرگ رو احساس کردم. میگه بهش گفتم ولی من عیسی رو دیدم که گفت تمام شد. میگه این شخص الان همکار منه توی خدمت. قدرت نام عیسی مسیح وقتی میستی برای دیگران و شفاعت میکنی، خدا از طریق تو کاری عظیم میکنه. کتاب اعمال رسولان داستان نیست، شرحال واقعی یک زندگیه. 28 باب داره به نام مسیح. پایان این روزه باب 29 رو تو بنویس. آمین. 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 جلال برای خدای آزاد کننده. آمین. خدا رو شکر برای وجود شما عزیزان. میخوام سر پا بایستید، شما رو برکت بدم به نام مسیح. آیات این هفته آماده است، در فیسبوک و جاهای دیگه هم هست، کاغذش هم چاپ شده، میتونم در اختیار شما بذارم که ببرید با خودتون و اینها آماده شده، میتونید با خودتون ببرید که به نام مسیح باشه مجهزتر با ردای ملوکانه مبارک هفته که در پیش رو دارید و در خداوند دریافت کنید و تجربه کنید. خداوند کلیسا مال توست، سرش تو هستی، شالودش هم تو هستی. تو رو شکر میکنم خداوند، هم از پایین ما رو محکم کردی، هم از بالا چون سایه‌ای بر سر ما هستی. شکر که خداوند در این صخره جنبشی نیست و سقوطی نیست، و تو رو شکر میکنم که از آسمان نیست، محافظت هست. کلیسای تو در شالوم، در صلح و سلامتی و برکت و امنیت و شفا باشه. به نام مسیح هفته که در پیش رو دارید مبارک خدا باشید. دست خداوند در زندگی شما بوده باشد و بماند. از شما و اهل خانواده شما محافظت کنند. خداوند با فرشتگان عظیم در این جنگ ها شما را حمایت کنند. باشه که به نام مسیح افتادگان بلند شوند. مریضان شفا بیابند. اسیران آزاد شوند. ناامیدان امید بیابند. و آنانی که غمگینند تسلی بیابند. باشه برای آنانی که در مسیح عیسی ایستادند که میخوان تجهیز بشن. خداوند شما را تجهیز کنه. مس و روغن روحش رو بر سر شما بریزه. روغن از سر شما کم نشه. باشه به نام مسیح دستهای تو برای شفا، پاهای تو برای بشارت و دهان تو برای ایمان و امید و محبت تشویق و برای تسلی استفاده بشه. آمین. باشه که خدا چشمای تو رو باز کنه تا نگاه تو به دنیای روحانی باز بشه. باشه که بفهمی فهم داشته باشی و بفهمی اراده نیکو و پسندیده خداوند چیست. باشه هفته که در پیش رو داری صلح و سلامتی و رحمت و برکت خدا تمام ایام عمر پیش روی تو، روزانه که بلند میشی همچون صبحانه آماده باشه. برکت خدا بر تو و اهل خانواده تو و عزیزانی که از راه دور با ما همراه هستند باشد و بماند به نام مسیح. آمین. 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 آمین.